جنبش گذار حمایت خود را از ائتلاف ملی برای نجات افغانستان اعلام کرد. هارون معترف رئیس این جنبش میگوید نارضایتی مردم از حکومت افزایش یافته است. به گفته او سیاست های نادرست حکومت سبب شده است که جریان های سیاسی برای بیرون کردن افغانستان از وضعیت بد کنونی دست به کار شوند. گزارشی از طیب بصیر. جنبش گذار از آنچه تمامیت خواهی هرک میگوید انتقاد دارد. این جنبش وضعیت کنونی کشور را بر وفق مراد مردم نمیداند. فکر میکنم که با این نیرنگ میخواهد که با افکار عامه بازی کنند و میخواهند که در واقع با استفاده از نامهای این و آن به یک نحوه با استفاده از امکانات دولتی و امکانات مردم افغانستان مخالفین سیاسیشون هم مورد در واقع فشار روانی و سیاسی قرار بدن. دامن زدن به مسائل قومی و قوم سازی ادارات حکومتی همانند قضیه مخکش و مسئله اداره هوانوردی و غیره از دیگر موارد درشتی هم که افراد و حلقات فاشیست در حکومت وحدت ملی به آن متوسل شده و می شوند. اشتراک کننده ها در این همایش کارکردهای حکومت را به باد انتقاد گرفتند و گفتند در درازای 3 سال گذشته حکومت هیچ کار بنیادی را انجام نداده است. آنون همچنان از آنچه دسته چینی علیه والی بلخ گفتند انتقاد کردند. این گروه با این سابقه تعهد شکنی مگر می تواند برای نجات ملت عظیم افغانستان خدمت کند؟ قطعا که پاسخ منفی است. هر نوع فشار، هر نوع اصرار برای استعفا دادن والی، وزیری بدون موجب، بدون دلایل روشن، نقضی موافقت نامه حکومت وحدت ملی است و بردن کشور به سوی بحران است. در این همایش والی بلخ نیز با فرستادن پیامی از وجود تروریستان در نقاط مختلف کشور نگرانی کرد. او همچنان گفته است که ائتلاف ملی برای نجات افغانستان در تلاش آوردن اصلاحات در نظام است، نه سرنگونی آن. تروریسم بین الملل پس از شکست در عراق و سوریه افغانستان عزیز ما را هدف گرفته است. در مناطق شرق، جنوب غرب و شمال کشورمان لانه‌گزینی کرده و اگر تدابیر عاجل و همه‌جانبه اتخاذ نشود، کوهی از مشکلات را برای مردم ما خلق خواهد کرد. روز گذشته نیز شورای انسجام قزلباشان افغانستان حمایت خود را از ائتلاف ملی برای نجات افغانستان اعلام کرد و وجود این ائتلاف را برای ایجاد تغییر مثبت در کشور مؤثر دانست.